سلام به همه شما عزیزان، امید از جور صحتمند خوش و سرحال باشین. از سیلا شمیستون باز هم در حضور شما قرار دارم. در این درس به ادامه دو درس قبلی آموزش اصطلاحات خیاطی می باشه که بخش سیوم بخش آخری می باشه و در این درس شما با سه نوع اصطلاح نو آشنا میشین که اصطلاحات از قبیل چاک است یا سلت به انگلیسی و گوشه تقاطع شده و قات می باشه. خب چاک دو نوع است، یکی چاک باز است، یکی اوپن سلت، به نام اوپن سلت یاد میشه، و چاک روی هم افتاده کیره می بینید از یا اوورلاپ، که چاک اوورلاپ است که دو پارچه روی هم یک دیگر قرار داره و به شکل و یه هم شکل بازش است. خب به خاطر دوختن چاک در قدم اول مخصوصا چاک بازه، یعنی نقطه یعنی گوشه که تقاطع شده را باید بدوزیم، چون اینجا که میبینین قاط چاک با قاط خود دامن یا پیران وقتی که قاط میشه اینجا چهار پارچه روی هم قرار میگیره که این بسیار زخیم میباشه و به خاطر قطع کردن دو قاطش باید از این روش مایتری کورنر یا قاط از این استفاده کنیم که این قاط اول اوتوش میکنین، این قاط چاکه و قاط دامنه و در نقطه که این دو قاط یکی دیگر قطع میکنه این نقطه تقاطعشه نشانی میکنیم، اینجا با قلم ما اینجا نشانی کردیم، اینجا این نقطه را با نقطه قاط چاک و دو نقطه را میگیرین به این شکل روی هم قرار میدین و سنجاق میزنید همین نقطه را و یک خط به زاویه 45 درجه نزدیک رسم میکنین که دو نقطه، این نقطه که زاویه 90 درجه است با این دو نقطه زاویه 90 درجه یک خط به زاویه 45 درجه رسم میکنین و میدوزین، یعنی خط این نقطه را این درز از این نقطه تا این نقطه را میدوزین و وقتی که این درز دوخته شد بازی قسمت شد قیچی میکنین، این قسمت شد قیچی میکنین که این حالا میریم امی قسمت هم میدازیم و بر شما نشان میدیم چی رقم امی کنج ما دوخته میشه. خب حالا امی درز امی خطی که رسم کردیم در روی خط ما میدازیم، بازم فراموش نکنین تا با تکمه بازگشت در شروع و در خطم فشار بدین که جلوگیری شود از باز شدن. خب درز ما دوخته شد، اینا لعنی قسمت این دلای دیگره به این شکل قیچی میکنیم. و این دو قاط باز به این شکل وازش میکنیم و اوتو میکنیم. حالا میره میره اوتو میکنیم و بعد از او میبینیم که کنجا ما قسم معلوم میشه. گوشه تقاطع شده ما یا مایتری کورنر ما دوخته شد، اوتو شد، یعنی به این شکل دیده میشه. از درون میبینیم که دل قاط درونیش به حساب فلات یا باز اوتو شد و دوخته شد و این بود در مورد مایتری کورنر و اصطلاح آخری ما قاط است که قاطا چند نوع است، یکی قاط پزوزی در این دامن که میبینین، قاط بلایند هم یا قاط است که در روی دیده نمیشه، اینه در این دامن ها توسط ماشین مخصوص پزوزی دوخته شده و شما میتونین توسط دست بدوزین با بخی های مختلف و این قاط متوسط است و این که میبینید قاط بلند، این هم قاط انویزیبل یا به اصطلاح بلایند هم است که پزوزی شده است و
در این دامنه که میبینین این قاط روی بخیه شده که معمولا در لباس های معمولی یعنی از بخیه روی استفاده میکنن بر قاط و این هم قاط دبل فول تاپ ستیچ یا قاط دلاس که دلاق قاط میشه و با روی بخیه به شکل روی بخیه دوخته میشه که معمولا در تکای پتلونه کاوبای از این قاط یا جینز هم از یاد میشه و حالا میریم همین دامنه که کوچک ماره پشت دامنه به شکل روی بخیه میدوزیم به شما میبینیم که چه قسم دوخته میشه و پیش روی دامنه با پزدوزی یا با دست میدوزیم. خب حالا میبینین که درز قاط دامنه ما را که قسمت پشت دامنه با شکل روی بخیه تمام میکنیم میدوزیم به این شکل و در قسمت که میخواین جهت تانه تغییر بدین فراموش نکنین که سوزن پایان بیارین و دندانه را بلند میکنین و جهت تانه تغییر میدین به این شکل و در قسمت بالای چاک اون نظر به ذوق شماست میخواین به شکل درز راست بدوزین میتونین به شکل درز مایل به این شکل میدوزین خب درز معمولا درز قاط روی بخیه را از درز بغل شروع میکنیم درز قاط پشت ما تمام شد به این شکل و حالا با دست این قاط پزدوزی را که پیش روی دامنه با دست میدوزیم به شکل پزدوزی یا انویزیبل هم که به این شکل که چند نوع دوخت است یکی ترپایی است یکی درز است که سوزن از یک طرف از طرف راست شروع میکنه میریم به طرف چپ یا از طرف چپ شروع میکنه به طرف راست خود انواع و اقسامش است که من یک نویشه به شما نشان میدم و کوشش کنین که یک تار از پارچه را بلند کنین برازی که تارتان نباید در روی راست معلوم شوه با مو خاطر است سیره به نام بلایند هم یعنی که هیچ در روی راست ظاهر نمیشه دیده نمیشه این تاره تار پزدوزی و اکثرا در لباس های رسمی از بلایند هم یا از این پزدوزی استفاده میکنن و لباس های شب زیادتر وقت لباس های رسمی و لباس های و لباس های عادی را زیادتر از به این شکل در آخر دوخته میشه که هیچ تارش در رویش معلوم نمیشه. خب دوستای عزیز هی بود این سه درس ما همش این آموزش اصطلاحات خیاطی بود که با امی درس تمام شد و امیدوارم از این درس ها خوشتون آمده باشه. تا درس بعدی شما رو به خداوند میسپارم. خداحافظ.